سلام عرض می کنم خدمت شما رفقای عزیز. هوا نسبتا سرده اینجا تو ملبورن و اینکه هر چند وقت یه باری من یه سوپ درست می کنم و میدونم که اونور دنیا که هوا کلا سرده. یه سوپ خوشمزه میخوام بهتون یاد بدم. هر وقت که مریض میشم این سوپ رو درست میکنم و خیلی کمک میکنه به بهبودیم. بریم سراغ مواد اولیهش و مواد اولیهش رو بهتون بگم. سبزی جعفری داریم تقریبا به اندازه 20 گرم به این شکل. میایم اینجا یه دونه سینه مرغ داریم. سینه مرغ رو نگاه کنید، باز کردم من وسط و آبشم اینجا هست. با یه دونه پیاز از قبل پختم، بس شد یه دونه سینه مرغ کامل و همینطور نصف فلفل دلمه ای. فلفل دلمه ای حتما باید قرمز باشه، رنگ دیگه استفاده نکنید که انگریدین رو خرابش میکنید. لیمونگرس داریم. دوستایی هم که تو ایران بودن اگه لیمونگرس گیرشون نیمد میتونن آب لیمو بریزن، این یه دونه رو حذفش بکنن. و برگ بو داریم که همه جا هست، جو پرک شده، رب، فلفل سیاه، نمک، فلفل چینی برای تند شدنش، یه دونه عصاره مرغ داریم بازم برای اینکه غلظتش رو بیشتر بکنیم و دو تا دونه سیب زمینی که از قبل من اینا رو کاملا شستم و پوستش هم نمیگیرم، دو تا دونه هویج، یه دونه پیاز، پودر آویشن، خمیر زنجبیل، پاپریکا پادر و اینی هم که میبینید گوشت شرخ کرده است، بدون روغن تفتش شدم تا از همدیگه باز شده و به این شکل در اومده. حالا این ظرف رو من یه سری از مواد رو باید داخلش بریزم. همون اول کاری میریزم که ورش دارم. پاپریکا پادر میخوایم تقریبا به اندازه یک قاشق چایخوری، به این اندازه. این از پاپریکا پادرمون. پاپریکا پادر اسموکم باشه خیلی خوشمزه ترش میکنه. و میایم سراغ، بذارید اول مواد خشکم رو بردارم. میایم سراغ آویشن. آویشن هم به اندازه نصف قاشق چایخوری آویشن اضافه میکنیم. زنجبیل هم به اندازه نوک قاشق، نه کمتر نه بیشتر. البته اینو بخوای درستش بکنید فکر میکنم 5-6 تا برای 5-6 نفر این غذا کفایت بکنه. و همینطور فلفل چینی، اینم به اندازه‌ای که میتونید غذا تند بخورید. اینم از فلفل چینی و زمانی هم که میجوشه تندیش 10 برابر میشه. میام سراغ عصارم و یه دونم عصاره من بهش اضافه میکنم. حالا بعضی اعتقاد دارن خوبه و بعضی هم میگن خوب نیستش. عصاره هم بهش اضافه میکنم تا دیگه این ظرف رو من کاملا از اینجا برشتم. خب حالا نکته جالب این سوپ اینجا بود که برای خرد کردنش از میکسر استفاده میکنم، چون آدم مریض حال نداره غذا درست بکنه. خب این لیمونگرسه یه تیکه کوچیک به اندازه دو انگشت داخل میکسرم میندازم و همینطور میام سراغ فلفل دلمه ای قرمزم و پیاز هویج. این میکسر کارش درسته، شما زیاد به این فکر نکنید که این نمیتونه خوردش بکنه. این این قسمت، اینو خوردش بکنم و اندازه سایز خورد کردنش هم بهتون نشون بدم که به چه اندازه خورد میشه و بریم بعد سراغ باقی غذایا. این اندازه خورد کردنش، ببینید اگه بخواید اینو با دست خوردش بکنید کار خیلی سختیه. این از این خوردش کردم و این سوپ بارهای بار تو خونه ما امتحان شده و آزمایشش رو پس داده و شما هم اصلاً شک به این نکنید که خوب میشه یا نه. این از این. میام سراغ سیب زمینی ها.
ولی سیب زمینی ها رو یه مقداری من درشتر، البته اونم خورد خورد میشه، ولی یه مقدار درشتر میگیرمش. همین خورد کردنی هم که خوردش میکنم داخلش میریزم کمک میکنه که لهله نشه. البته شیکش نکنید دستگاه رو موقعی که دارید خورد میکنید، کار خطرناکیه، ممکنه اتفاق بدی براتون بیفته. این از این، اینم خوردش میکنم و سایزش رو بهتون نشون میدم. حالا اینم از سیب زمینی هامون، میبینید به این شکل یه درجه از هویجا و فلفل دلمه ای درشتر خورد شدش. البته ممکنه براتون سوال پیش بیاد آیا همه اینا با هم دیگه دمای پختشون تقریبا وقتی که خورد میشه به یه اندازه است، و من بارهای بار اینو درستش کردم، امیدوارم که شما هم درست بکنید و لذت ببرید، ولی فقط ترکیباتش رو به هم نزنید بعد بگید که شما گفتید. میام سراغ مرغمون. این از مرغ، مرغم هم خورد خوردش میکنم، ولی گوشت چرخ کرده هامو میذارم به همون شکل بمونه. اما اگه به این ریزی در نیامد برای شما، حتما اونم داخل دستگاه بریزینش. مرغم میریزم و بهتون نشون میدم. اینم از مرغمون، ببینید به چه شکل در اومد. داخل سوپ خودشو قشنگ نشون میده و وقتی که خورده میشه احساس میشه. همیشه من جعفری رو تو سوپای دیگه آخر میریزم برای اینکه فرش بمونه، تازه تر باشه، اما تو این روش جعفری هم میره این تو و کاملا خرد میشه. و میریم باقیشو پای گاز در خدمتتون هستم. به به، سوپ داریم، چه سوپی عالی و خوشمزه. میزان آب رو ممکنه تمام مواد ریختم تو همون آب مرغی که داشتم و یه مقدارم آب بهش اضافه کردم. ممکنه ازت براتون سوال پیش بیاد چقدر بعد بهش آب اضافه کنی. به اندازه که تمام مواد داخل آب به این شکل باشه، میبینید؟ یعنی هر ملاقه‌ای که ور میدارید کاملا آب داشته باشه. اینو در نظر بگیرید که جو پرک هم بخوایم بریزیم آبو خشکش میکنه. پس یه مقداری باید حتما دقت بکنید به این مطلب. حالا که جوشه بهترین زمان برای اضافه کردن ربه. من یه مقداری شعلهشو کم میکنم و به این اندازه یک قاشقم بهش رب اضافه میکنم. این از ربمون و توی همین مرحله برگ بر رو بهش اضافه میکنم، همچنین نمک. البته تو اندازه نمک خیلی دقت بکنید و میتونید بازم بعدن بچشید. خب میدونید که من هیچ روغنی استفاده نکردم، گوشت چرخ کردم هم بدون چربی بودش. اینم از گوشت چرخ کرده، اینم تو این مرحله اضافه میکنم. مطمئن باشید که سرماخوردگی داشته باشید، فکر کنم بعد خوردن این سوپ حتما درست بشید. مدت هاست که من این سوپو دارم امتحان میکنم. اینم یه مقداری من لیمونگراس کم انداختم تو، شما بیشتر بندازید. یه مقداری هم آب لیمو تازه بهش اضافه میکنم که کمکش بکنه. این از این و میام اینجا سراغ روغن زیتون. نه زیاد، یه مقدار کم هم بهش روغن زیتون اضافه میکنم، تقریبا به اندازه 5-6 تا قاشق غذاخوری بهش روغن زیتون اضافه میکنم و شعله رو کم میکنم و بهش اجازه میدم تا کاملا بپزه. یه ذره فلفل سیاه بهش اضافه میکنم و تقریبا هم به پایه 95% پخت این رسیده. حالا زمانشه که اون 5% هم با جوپرکمون با همدیگه شروع کنه به پختن. جوپرکی که میریزیم شروع میکنه لاب انداختن، اما دیگه باید مراقب باشید و شعله رو کم بکنید، بذارید قول ریز بخوره تا آماده بشه. آماده شد فیلم میگیرم و با هاتون خدافظی میکنم. به به، سوپ ما آماده شد و امیدوارم که شما هم درست بکنید. ممکنه براتون یه سوال پیش بیاد، همه رو خورد کردیم با هم دیگه قاطی کردیم. من غذا بی محتوا نمیسازم و اینکه غذای خوشمزه، یه سوپ خیلی خوشمزه، یه مطمئنم 100% خوشتون میاد. بعضیا وحشت دارن از اینکه همه رو خورد کنم، میگن غذا خراب میشه.
اما قشنگ جا افتاده، لعاب خوبی داره و یه سوپ خوشمزه است و ما هم آمادیم. البته اونقدر پختیم فکر کنم یه هفته سوپ بخوریم، فردا ما فیلم درسته میکنیم، ما شام سوپ داریم، سر کارم سوپ میبریم تا این تموم شه. تا این سوپ به تموم نشه به خدا من بر نمیگردم. دوستتون دارم، هر جای دنیا هستید شاد باشید. راستی دم اونایی هم گرم که کانال عمه کتی رو اومدن داخل یوتیوب فالو کردن. اونایی هم که فالو نکردن لینکش رو همین پایین میذارم، لطفاً همین امشب برید کانال آشپزی با عمه کتی رو فالو بکنید. من لینکش رو میذارم، همین که روش کلیک بکنید تو قسمت دیسکریپشن پایین مستقیما میره رو کانالش. دمتون گرم، دوستتون دارم، خدا نگهدار.